سلام به همه شما همراهان عزیز. امروز با شما هستیم تا نشانه ها و عوامل خرابی سیستم ترمز خودرو رو بهتون معرفی کنیم. همونطور که میدونیم سیستم ترمز یکی از قطعات خیلی مهم خودروه که خراب شدنش باعث خسارت مالی و جانی زیادی هم میشه. توجه به نشانه‌های خرابی ترمز میتونه تصادفات ناشی از عدم عملکرد صحیح ترمز رو کاهش بده. ابتدا براتون نشانه‌های عدم عملکرد صحیح سیستم ترمز معرفی میکنم و در نهایت عواملی که منجر به این خرابی میشن رو توضیح میدم. پس با ما همراه باشید. 1. ایجاد صداهایی مثل صدای سایش، جیغ و ضربه در هنگام ترمزگیری. دومین مورد، کشیده شدن خودرو به یک سمت هنگام ترمزگیری. 3. وقتی که پدال ترمز بیش از حد پایین میره. 4. صفر شدن بیش از حد پدال ترمز. 5. لغزش پدال. و 6. زمانی که ترمزا با کوچکترین فشار پا عمل میکنن. و مورد آخر، روشن شدن چراغ ترمز در صف کیلومتر خودروه. و حالا به معرفی عواملی که باعث خرابی این سیستم در خودرو میشود میپردازیم. مورد اول، خرابی لنتای ترمزه که یکی از شایع‌ترین مواردی هست که باعث عدم عملکرد صحیح ترمز میشه. از نشانه‌های خرابی لنت خودرو اینه که اگه تو هنگام ترمزگیری صدای سوت یا خرخر از چرخ‌ها شنیدید، یا اینکه چراغ اخطار لنت ترمز در پشت آمپر روشن شد، و یا حتی قدرت ترمزگیری کمتر از حالت عادی بود، باید احتمال خرابی لنت رو بدید. دومین مورد، خراب شدن بوستر ترمزه. بوستر ترمز هم نوعی نیروی کمکی برای ترمزگیری راننده ایجاد میکنه و اصطلاحاً خراب شدن بوستر ترمز باعث چوب شدن اون میشه. به این معنی که با وجود روشن بودن موتور خودرو، پدال ترمز زیر پا سفته و به سختی هم فشرده میشه. از علائم خرابی بوستر ترمز هم میشه به عملکرد ضعیف ترمز و سفتی پدال ترمز اشاره کرد. سومین مورد هم که مربوط میشه به خرابی پمپ ترمز، که اگه قطعات لاستیکی داخل پمپ ترمز خراب بشه، تو هدایت روغن ترمز مشکل ایجاد میکنه و اصطلاحاً فشار روغن از کنار قطعات فرار میکنه. علائمی هم که نشون میده پمپ ترمز خراب شده باشه، پایین رفتن بیش از حد پداله و خالی شدن ترمز در برخی از موارد. و مورد بعدی، نشت روغن از سیلندر ترمزه. نشت روغن از سیلندر ترمز سبب کم شدن سطح روغن ترمز میشه و به جای روغن ترمز هوا وارد سیستم ترمز بشه و مقداری از روغن ترمز از سیلندر هم فرار میکنه. در نتیجه نیروی حداکثری ترمز به سیلندرها و در نهایت به لنتا وارد نمیشه. و مورد آخر هم که مربوط به خرابی دیسک ترمزه، که از علائم اون میشه به کشیده شدن خودرو به یک سمت و همچنین لرزش پدال هنگام ترمزگیری اشاره کرد. البته در نهایت به این نکته هم اشاره کنیم که علاوه بر عوامل بیرونی مانند کیفیت ساخت، نوع خودرو و آب و هوا، عادت رانندگی ما هم تو خرابی زودهنگام سیستم ترمز موثره. پس در صورت امکان از ترمزهای شدید خودداری کنید و از ترمزهای طولانی مدت که باعث زودتر تمام شدن لنتای ترمز میشه پرهیز کنید. ممنون میشم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما کامنت کنید.